خبر اعلام فهرست پیشنهادی اعضای کابینه از سوی جو بایدن گمان زنی ها را به سوی کلیدی ترین افراد کابینه آینده ایالات متحده سوق داده است. در کانون توجهات، وزیر خارجه که با چالش های بسیاری از جمله پرونده هسته‌ای ایران روبروست. طی روزهای اخیر رسانه های آمریکایی عمدتاً از سوزان رایس، سناتور کریس کونز و آنتونی بلینکن نام می بردند. سوزان رایس 57 ساله نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی باراک اوباما در دومین دوره ریاست جمهوریش. از حامیان مذاکرات هسته‌ای بود و برجام را تنها راه ممکن برای مهار ایران می دانست. همانطور که بارها در شورای امنیت سازمان ملل گفتم، ایالات متحده در تصمیم خود مبنی بر حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متزلزل نخواهد شد. گزینه دیگر کریس کونز، سناتور 57 ساله دموکرات از ایالت دلاور. آقای کونز اما بازگشت به برجام در شرایط فعلی را کافی نمی‌داند. او به تازگی به رویترز گفته بود: قبل از آن که از بازگشت به برجام حمایت کنم، نیازمند آنیم که راهی برای اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و حمایت آنها از گروه‌های نیابتی بیابیم. گزینه سوم آنتونی بلینکن، دیپلمات کارکشته 58 ساله، معاون وزیر خارجه و معاون مشاور امنیت ملی در دولت باراک اوباما. گزینه‌ای که حالا به نظر می‌رسد انتخاب نهایی جو بایدن برای جایگزینی مایک پومپئو باشد. آنتونی بلینکن در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران هم نقش داشت و منتقد تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج واشنگتن از این توافق به شمار می‌رفت. ایران به یک انتخاب بنیادی دست داده است. آنها تصمیم گرفتند که در قدم اول فوراً برنامه‌های هسته‌ایشان را متوقف کرده و شروع به عقب‌گرد از آن بکنند و به بازرسان اجازه ورود دهند تا به این ترتیب ببینیم می‌توانیم بر سر یک توافق جامع بحث کنیم. کشورهای منطقه هم چشم به مشخص شدن دیپلمات ارشد آمریکا و آینده سیاست خارجی این کشور دوختند. مراودات بسیار بسیار حساب شده در چارچوب شناخته شده و همیشه در جریان بوده هست، اما این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی ایران این لیست رو هیچ وقت فراموش کنه. مطالبات ما از ایالات متحده سر جای خودش هست. اما این تنها پیام به ساکن آینده کاخ سفید نیست. روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر از احتمال بازگشت آمریکا به برجام ابراز نگرانی کرد و گفت نباید هیچ بازگشتی به توافق پیشین هسته‌ای باشد. عادل علی جوبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی هم گفته اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، عربستان هم حق خواهد داشت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن را نپذیرفته است و بدون ارائه شواهدی رقیب خود را به تقلب و دستکاری در آرا متهم می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.